24 شهریور ماه 1396 خورشیدی و 15 سپتامبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به بررسی چند تا از این ژنایی که میگن خیلی خوبه و مرغوبه، و واسه همینم بچه های 17-18 ساله تا 22 ساله واسه همین ژن مرغوبشون مولتی میلیاردر شدن. اون برم یه 70-80 میلیون آدم ژن نامرغوب دارن و واسه نون شبشون گیرن. ولی قبل از همه اینا، به روال معمول هر هفته تقدیمی، بیش از 20 زندانی سیاسی زندان رجای شهر همچنان در فشار مضاعفن. نه هواخوری، نه آب آشامیدنی، وسایل اندک شخصیشون هم که 40 روز پیش مغلوار ازشون گرفتن، هیچ کدوم بهشون پس ندادن. هنوز اخبار دقیقی نمیذارن از داخل زندان ها منتقل بشه. از چگونگی احتساب غذای مهدی خزعلی و اصلا موقعیتش در اوین هم اطلاع چندانی نداریم. فقط میدونیم که شخص لاریجانی رئیس قوه قضاییه تصمیم گرفته که بی‌اعتنایی کنه به این تقلاهای مرگ زندانیانی که تو دست خودش اسیرن. چه راهی هست برای حمایت عملی از حقوق بشر، از حقوق زندانیان سیاسی در ایران؟ تقدیمی این هفته از هاشم خواستار، مسئول کانون صنفی معلمان مشهد، به همه کسانی که نگران زندانیانند. اونی که خود قانون اساسی آقایان مجوز داده و حتی رئیس جمهور هم به رسمیت شناخته، چه از این استفاده نکنید. و اون تجمع هست، تجمع در میدانهای آزادی مثل تمام دنیا، همونطور که خودشون اجازه میدن، همونطور که کشورهای دیگه این راه رو رفتن که به دموکراسی رسیدن، به آزادی رسیدن. در کشورهای آزاد و دموکراسی کشورهای آزاد که دموکراسی دارن، چرا یک زندانی سیاسی وجود نداره؟ چرا کشورشون با بدون منابع زیرزمینی و روزمینی بهترین پیشرفت دارن و بهترین زندگی رو برای مردمشون فراهم کردن؟ چطور کشور ما جز 10 تا کشور پایین، رده‌های پایین هست از 200 تا کشور؟ نماینده مجلس خودشون میگه ما در رژیم شاه 11,000 زندانی سیاسی، 11,000 زندانی داشتیم، الان 220,000. اما جمعیت دو برابر شده. تازه ما اگر خواسته باشیم مثل رژیم شاه باشیم، باید تعداد زندانیان ما دو برابر میشد، نه 20 برابر. تازه این آماری هست که خودشون میدن. اگر کشور آمریکا رو مثال بزنم، فوری متهم بشن به آمریکایی. همون کشور آمریکا مستعمره انگلیس بود. در این 230 سال نگاه کنید به کجا رسید. بهترین صنعت دنیا رو داره. بیایید به کشور هندوستان که بعد از جنگ جهانی دوم گلوده 70 سال هست که تموم شده و کشور هندوستان به استقلال رسیده، به کجاها که نرسیده. حتی بمب اتم هم در آمریکا ندید گرفته، ولی ما رو نگاه کنید دنبال بهانه میگیره. ما با تمام دنیا سر جنگ داریم، حاکمان ما با تمام دنیا سر جنگ دارن. چرا ملت رو در فقر نگه داشتن و با تمام دنیا سر جنگ دارن که میخوان از سوریه دفاع کنن، از یمن دفاع کنن که اونجا شیعه داره، نمیدونم سوریه شیعه داره، لبنان شیعه داره. آقا شما شیعه های کشور ایران از دست دادی. به خدا مثلا این به جرأت میتونم بگم که یکی از بیدین ترین کشورها الان ملت ایران هست. ملت ایران از این دیر وقت هست که به خاطر عمل که آقایان برگشته. چرا اینها رو درک نمی کنن؟ ملت قهرمان ایران، این زندانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی احتساب قضا کردن نمایندگان واقعی شما هستن. اینها رو درک کنید، به هر شکلی که میتونید از اینها دفاع کنید. نباید ترسید. اون کشورهایی که به دموکراسی رسیدن، با آزادی رسیدن، هزینه دادن، مفت مجاری به دست نیاوردن. یک موقع شاه دیکتاتور بود، یک موقع روحانیت دیکتاتور بود، همه رو سر جاشون نشوندن تا به آزادی رسیدن. ما هم باید همین کار رو بکنیم. چاره ای نیست. بریم چی بترسیم؟ چی داریم که از دست بدیم که بترسیم؟
اون چه که اخیراً این ماجرای آقازادگی و گلپسری رو باز مطرح کرده و خیلی ها رو به واکنش یا دفاع از بچه های مسئولان و مدیران مملکت باداشته، صحبت هایی است که اخیراً آقای حمیدرضا عارف با یکی از رسانه های جمهوری اسلامی کرده، خب بازتاب خیلی زیادی هم داشت. پدر حمیدرضا خان آقای محمدرضا عارف سردسته لیست و فراکسیون امید هستند در مجلس شورای اسلامی که البته غیر از این عنوان تا حالا هیچ نمود و نمادی از ایشون در مجلس دیده نشده. یعنی انصافا اگه ایشون یک صدم مثلا محمود صادقی نماینده مجلس تو مجلس فقط حرف میزد، مهم نیست اصلا محتوا داشته نداشت، فقط حرف میزد، اقلا حضورش رو نشون میداد. حالا دفاع از اهداف تبلیغاتی لیست امید پیشکش. به هر حال حرفای حمیدرضا عارف که ایشون هم یکی از مدیرای مملکتن و بعضیا موقعیتشون رو به دلیل حضور 35 ساله پدر محترمشون محمدرضا عارف در مسئولیت‌های مختلف نظام میدونن، خیلی سر صدا کرد. من یه چیزی رو اینجا بگم، بالاخره اون کسی که توانایی داشته به این نقطه‌ای رسیده حتماً یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن، مادرم رتبهش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه، این ژن منتقل میشه، ولی شما وقتی لیسانس برق داشتین شدین عضو هیئت مدیره سازمان تهیه و تولید مواد معدنی ایران، این ژن منتقل شده بود، چه ربطی داره آخه لیسانس برقتون به مواد معدنی؟ حالا این صحبت رو باز خواهیم شنید و مفصل‌تر درباره ایشون و امکاناتی که در اختیار دارن خواهیم گفت. این یه ریزه رو پخش کردیم تا ببینین که این حضرات متاسفانه عرض میکنم متاسفانه اصلا نمیفهمن شایستگی فردی و شایسته سالاری اجتماعی یعنی چی، وگرنه کدوم عقل سلیمیه که تو قرن 21 زندگی کنه ادعای تحصیل کردگی و هوشمندی داشته باشه بعد حرفایی بزنه که مال عهد عتیقه، مال جوامع تقسیم شده به رعیت و ارباب و برده و بردهدار. یعنی امروزی ترین فرم این تفکر نتیجهش میشود نظامهای حکومتی موروثی و فاشیسم. این حرفا مال دوره‌هایی که فرمان روا باید از خون پدرانش میبود. حالا هر چقدر بیقابلیت بود این آدم مهم نبود، مهم بود که ژنش از فرمان روای پیشین بود. ببینید کجای کاری. باری برگردیم به صحبت های پسر عارف. من یه چیزی رو اینجا بگم، بالاخره اون کسی که توانایی داشته به این نقطه‌ای رسیده حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن، مادرم رتبهش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه، یعنی بالاخره ما سه تا برادر هر سه تامون هم درسامون خوب بوده، هم خوب تحصیل کردیم. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ما افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. ما هم لطف خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کار رو انجام دادیم. ببینین اینقدر برای خودش لااقل تا اینجا روشن هست که میگه خدا لطف کرده توی بستر مناسب ما تونستیم این کار رو بکنیم. برادر من همه صحبت سر همین بستر مناسبه که شما دارین و میلیون ها آدم ندارن. این بستر مناسب همون امتیاز آقازادگی و نوکیسگیه، اینه که فرصتهای نابرابر رو نشون میده که هر ایرونی به چه دلیل در شرایط نابرابر با دیگری قرار گرفته. انگار سیستم اجتماعی کاستی مثلا مثل هند برقراره، طبقه رعایا و طبقه ممتازان. طبقه ممتازان در این مملکت اساسا طبقه حاکمان منتسب به روحانیت حاکمه. دوروبریاشون کسایی که فرصت حکومت رو برای روحانیت و حاکم فراهم کردن و فراهم میکنن و ادامه زندگی سیاسی اینا رو، اینا فرصت‌های زندگی رو از همه مردم ایران سلب کردن. فرار مغزها تو این چند سال
یه موج وحشتناکی بوده و خیلی‌ها رو نگران کرده و اینا به دلیل اینکه شما از آینده خودت مطمئن نیستی. و من خودم که از دغدغه‌هام همینه، مگه برگشتم به خاطر همینه، به خاطر اینکه ثابت کنم که هنوز تو این مملکت میشه با امید کار انجام داد، با امید زندگی کرد. بله، کیا تو این مملکت با امید، یعنی میزان ناامیدی بارها بارها آمار گرفته شده تو ایران که چقدر میزان امید به زندگی. آقای حمیدرضا خان عارف گل، آخه شما که در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، که البته با جورج تاون اشتباه نشه، سطح این دو تا خیلی با هم فرق میکنه. جورج واشنگتن اصولا به دلیل رشته پزشکیش معروفه، شما هم که نرفته بودین پزشکی بخونین که، و یکی از گرانترین دانشگاه های آمریکاست. شما که به هر حال تو این دانشگاه یک سال و نیم بودین، ولو اقل با چهار تا آدم حرف زدین، باید بدونین که عدالت اجتماعی یعنی فرصت‌های برابر برای همه. شما که میدونید یه تحصیل کرده با مدرک شما، و چرا با مدرک شما؟ با مدرک استاد دانشگاه شما که سراسر خلاقیت و انرژی هم باشه، چون هیچ کدوم حکومتی ها از فامیلای نزدیکش نیستن، هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخه نمیشه فرضم بر این گرفت که شما این چیزها رو نمیفهمین و ساده نگری میکنین. شما که انقدر ژن خوب دارین و تحصیلات عالیه کردین و دنیا دیده هستین، حتی این چیزها رو نمیدونین؟ اگه میدونین که این ننه من غریبم بازی ها چیه در میرین تو مصاحبه ها این بر اون بر. جالبه که میبینین کارتون همه تابلوه، بازم ادامه میدین. دیدین دیگه با انتشار این مصاحبه که حالا بخشایشو دیدین، چقدر واکنش منفی بین میلیون ها جوون ایرانی علیه حمیدرضا عارف و اصولا آقازاده های پررو به وجود اومد. این امتیاز آقازادگی که هم برای شما موقعیت و فرصت ویژه آورده و هم پول فراوان، اسمش همیشه میذارین بضاعت شخصی. این کلمه بضاعت هم یکی از کلمه هاییست که تو جمهوری اسلامی واقعا معناش عوض شده. ببینید، من افتخار کردم و افتخار میکنم در زمانی که سیم کارت تلفن همراه اول که اون زمان فقط از طرف دولت و وزارت پست تلگراف شرکت ارتباط سیار میداد، اگه یادشون باشه دوستان، همه صفی بود و قیمت بالا. من افتخار میکنم در یک مزایده رسمی که 32 تا شرکت شرکت کردن، من در سن 24-5 سالگی رفتم یه شرکتی رو از آفریقای جنوبی که هیچ کس همون موقع، همه میگفتن که آفریقایی ها، مگه آفریقایی ها از این کارا بلدن؟ همه رفته بودن دنبال شرکت های اروپایی و چشمابی و اینا. من اون موقع با بضاعت خودم رفتم این شرکت رو باش مذاکره کردم. همینجا مسئله اساسا میان که آقا یه نفر یه جوونه 24-5 ساله چطوری میتونه همچین کاری بکنه؟ مگه همه جای دنیا آدمای کوچیک، ببخشید، آقای زاکربرگ و آدمای گنده ای که تو سن 19-20 سالگی، تازه اونا خیلی کارهای گنده تر کردن. نه، میگن اونا با پدرشون مسئول نبوده، پدرشون معاون اول رئیس جمهور نبوده. شما همین الان شما برو هر کشور خارجی که خواستی ویزاشو بگیر، این که دیگه به پدر رب نداره، بلیط هواپیما هم که هست اونم که دیگه به پدر رب نداره. ما رفتیم یه شرکت مشاور در هلند پیدا کردیم، به اون مشاور گفتیم آقا ما می‌خوایم همچین کاری بکنیم. اون مشاور هم ما رو به MTN معرفی کرده. MTN اصلا خواب نمی‌دیده بیاد ایران، اصلا شرکتی نبوده که خودشو در این فضاها ببینه. بعد از اینکه اومد ایران و ما پاشو به ایران باز کردیم، مثل خیلی قراردادی که خیلی دیگه می‌بندن، این همه شرکت خارجی تو ایران میگه همه‌شون مال فرزندان مسئولینه. هر کسی تو این کشور ادعا بکنه که حمیدرضای عارف بدون توانایی خودش و با تکیه فقط بر پدرش کاری رو انجام داده، من حاضرم در هر جایی که خواست تو هر رشته‌ای که خواست باش مسابقه بدم. آخرش نمیگه که 23-24 سالگی به قول خودش و 24-5 سالگی به قول اون که داره باش مسابقه میکنه، با پول کی از طریق یه شرکت مشاوره به اصطلاح در هلند با شرکت معظم MTN آفریقای جنوبی آشنا میشه، تماس میگیره، قرارداد میبنده. پول از کجا آمده بود آقای زاکربرگ؟ هلند که خیلی میرفتین شما، یا شاید همچنان میرین. 26-27 سالتون بود شما، بذاریم بگم اینو. تو هلند برای وزارت دفاع دولت اصلاحات با چه سمتی شما شریک تجاری 2 میلیارد دلاری پیدا میکردین برای وزارت دفاع؟ با چه سمتی؟ با همراهی چه کسایی؟ با سفارش کی غیر از باباتون که معاون اول رئیس جمهور بود؟
ما منتظریم دیگه. آقای حمیدرضا عارف خودشون گفتن به هر طریقی که خودشون ترجیح میدن با ما تماس بگیرن تا درباره سابقه شون و همین موضوع آقازادگی با ایشون مصاحبه کنن. حمیدرضا عارف میگه غیر از این که من درآمدی نداشتم از ایرانسل، حالا میشنوین، بنیاد مستضعفان آمد در یک مسیر غیرقانونی رفت با شرکت MTN آفریقای جنوبی که ایشون روش زحمت کشیده بودن قرارداد و قاپید، یعنی درخت رو ما کاشته بودیم، بنیاد مستضعفان و سپاه اومدن میوهش رو چیدن. این شرکتی رو هزینه کردم از جیب شخصیم، برداشتم و بردم توی این مملکت، شرکتی که هیچ کس نمیشناختتش. ببین یه وقت میگم یه شرکتی سابقه داشته، اصلا کسی نمیدونه MTN، اصلا MTN تا پاشون اولین ویزای MTN ها رو من براشون درخواست دادم، قبلش ایران نیومده بودن. این شرکت ما آوردیم تو اینجا، یه سال و نیم هزینه کردیم براشون، رفتیم رسیدیم به این نقطه ای، به راحتی هرچه تمامتر حق الناس پامال شد، بنیاد مستضعفان و سایران خیلی قشنگ با MTN رفتن قرارداد بستن. خب MTN ها میخواستن تو ایران کار بکنن، هیچ درآمدی نداشتن، هیچی. یعنی ببین من خیلی هم میگن آقای حمید عارف سهامدار، میان آقای حمید تو ویو میاد نشون میده سهام ایرانسل مشخصه. و من به شما بگم شرکت ایرانسل اگر این برنامه دیدن روابط عمومیشون، اگر یک سیم کارت ایرانسل به نام حمید رضا عارف، حتی من سیم کارتشون رو تا الان نخریدم به خاطر اینکه احساس میکنم حق من ضایع شده و من شرعا راضی نیستم. من به مدیر عامل بنیاد یه زمانی تماس گرفتم چند وقت پیش، گفتم که من میدونم شما آدم متشرعی هستید، بدونی که درآمدی که از این پروژه داره به شما نصیب میشه، شرعا منی که این شرکت رو اونم راضی نیستم. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که سیم کارت 2 میلیون تومانی شد 5000 تومان امروز و من افتخار میکنم که در این نقش داشتم، چون هیچ شرکتی غیر از MTN نمیتونست این کار رو انجام بده. ببخشید به جای اینکه از من تشکر بشه که بالاخره تو سن 24 سالگی، حتی اصلا فرض کنید من با رانت پدرم این کارو کرده باشم، بالاخره یه کاری کردم برای منافع مملکت بوده. نه نگین این حرفو، با رانت پدرم و اینا هزینه کردین از جیب شخصیتون تو 24 سالگی، از کجا آورده بودین؟ نمیگین هیچ وقت اینا. اصلا درست میگین شما، باید ازتون تشکر بشه. باشه، ولی نمیشه نگم. بذارین یک بار دیگه، چون قبلا بارها این موضوع رو گفتیم، بذارین یه بار دیگه این ماجرای تلفن همراه آقای حمیدرضا خان عارف رو، این اپراتور همراه رو ببخشید، خدمتتون عرض بکنم. ببینین این لغو قرارداد ترکسل و ماجراهای بعدی در سال 83 اصلا یه ماجرای امنیتی پیچیده بود در جنگ قدرت بین دولت اصلاحات و مجموعه اصلاح طلب از یه طرف، سپاه و بیت خامنه ای از طرف دیگه، هیچ مبنای اقتصادی نداشت. وگرنه چرا هیچ جا توضیح داده نمیشه که دکتر معصوم فردیس معاون وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر پروژه انتخاب اپراتور دوم، این آدم محترم میفته زندان، سال 85 افتاد زندان و 6 سال تو اوین بود. شما که بهتر از هر کسی میدونی آقای حمید خان که اون جاسوس نبود که به اتهام جاسوسی انداختنش زندان، فقط میگفت از نظر اقتصادی به نفعمونه که با ترکسل قرارداد ببندیم و زیر بار این نرفت که ترکسل رو که تو مناقصه اپراتور دوم برنده شده بود بازنده اعلام کنه، یعنی نتیجه مناقصه رو بهش گفتن عوض کن، گفت عوض نمیکنم. کی به دکتر فردیس بیچاره فشار می آورد که ترکسل بازنده اعلام کنه؟ چرا نمیگین اینا رو؟ از بیت رهبر معظم میترسین که پشت این قضیه بود؟ یا از سپاهی ها که فرودگاه امام رو اشغال کردن همون موقع تا شرکت تاف که اونم ترک بود امتیاز بهره برداری از فرودگاه امام رو نگیره؟ چرا ابویه گرانقدر شما نمیاد یه بار این ماجرا رو که سال 85 معروف شد به شبه کودتای سپاه و مجلس هفتم علیه دولت خاتمی روشن توضیح بده برای مردم؟ حالا که از شما دفاع میکنه به عنوان آقازادش، خب بیاد حقیقت رو بگه. چرا نمیگین که باید ترکا میرفتن آفریقای جنوبی میامد تا تعهد بکنه و تعهدش رو اجرا کنه که از برنامه هسته‌ای ایران حمایت میکنه؟ چرا؟ میدونین که در اوج دعوای ایران با جامعه جهانی سر برنامه‌های هسته‌ای آفریقای جنوبی کشوری بود که از برنامه‌های هسته‌ای ایران به عنوان میانجی حمایت میکرد.
اما این ماجرای آقازادگی اینا مقدمه‌ای بود عرض کردم خدمتتون که بگم این مال امروز دیروز امیرضا عارف و اینا نیست. اولین آقازاده سید حسن خمینی است که خون بنیانگذار جمهوری اسلامی تو رگاشه، نوه امام راحل و یکی از بیکارترین و ثروتمندترین آخوندای ایران. چی کار است این آقا با این ثروت بی حساب؟ سید حسن خمینی 6 سالشه که انقلاب میشه و خانواده‌اش از نجف میان ایران، دیپلم ریاضی میگیره، بعد میره حوزه قم. آیت الله خمینی موقعی که زنده بود سید احمد و پدر سید حسن رو مأمور کرد که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رو به وجود بیاره که مثلا کسی دست نبره تو آثار اینا. بعد از سید احمد فرزند پسر ارشدش یعنی سید حسن شد مسئول مؤسسه. حالا یه سرپرست هم داره، ممدلی انصاری، ولی تولیت مؤسسه مال سید حسن آقاست، یعنی مال ایشونه. هیچ ربطی هم به دولت و هیچ دستگاه حکومتی نداره، به هیچ کی حساب پس نمیده. چی کار میکنه این مؤسسه؟ جمع‌آوری، طبقه بندی، حفظ، ترمیم و احیای مستمر اسناد و آثار، تحقیق، ببینین اینا چقدر بودجه میخواد، تحقیق، پژوهش، ترجمه، تنظیم و نشر اسناد و آثار، دوباره ایجاد کتابخانه های عمومی و تخصصی جهت استفاده عموم محققان جهان اسلام و دانشجویان و طلاب مؤسسه و سایر مراکز، تشکیل موزه فرهنگی و هنری جهت استفاده محققان و مشتاقان جهان اسلام، تهیه و نشر مجلات و نشریات به زبان‌های مختلف در جهت ارائه افکار و آثار امام خمینی، برگزاری نمایشگاه، سمینار و کنفرانس‌های علمی فرهنگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مجامع فرهنگی و هنری داخل و خارج جهت ارائه و گسترش اهداف و آثار امام خمینی. بعد برای این کار چقدر بودجه می‌گیره از دولت؟ از دولت، یعنی از سفره مردم. در لایحه بودجه سال 96 این بودجه را 76 میلیارد و 900 میلیون تومان گزارش کردند. یعنی سالی 77 میلیارد تومان برای جمع‌آوری و طبقه بندی اسناد و آثار امام خمینی و تحقیق و ترجمه این آثار، برای پژوهشگری امام خمینی، برای حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی دینی، برای یه مشرف بی‌معنی. خب معلومه چقدر از این 77 میلیارد تومان واقعا خرج میشه و چقدرش میره تو لپ سید حسن آقا. اشرافیت آخوندی اتفاقا از بیت امام خمینی شروع میشه. سید حسن خمینی متولی مقبره پدر بزرگش هم هست، مجللترین، پرهزینه ترین مقبره جهان و همه هزینه ها و درآمدش دست سید حسن، از پولا و طلاهایی که تو ذریح امام ریخته میشه تا اجاره های کلونی که از بیش از 100 مغازه 120 مغازه اطراف مقبره میگیره تا سهمی که از فروشگاه شهروند شهرداری برمیداره. بعد هیچ تعجب نباید کرد چرا اصلا وانمیسه لااقل از شخصیت و حرمت خودش دفاع کنه وقتی تو انتخابات مجلس خبرگان رقبا رد صلاحیتش میکنه. دم بر نمیاره. این همه ثروت امام آورده رو مگه ول میکنه؟ امام مستضعفان، اون مقبرشه، اینم نبش. همه اعضای خانواده امام خمینی به دلیل همین ژن مرغوبشون امتیاز ویژه دارن. به قول نعیمه اشراقی، نوه دختری خمینی، که یکی دو سال پیش هایتونه تو فیسبوکش نوشته بود، اون موقعی که سر عکس بدون چادر دخترش تو کانادا سر و صدا شد، جمله جالبی نوشت. روک نوشت، میگن چرا از این امکاناتی که مردم عادی ندارن تو استفاده میکنی؟ میخوام بدونم شما بودین استفاده نمیکردین، برای چی نباید دخترمو بفرستم کانادا؟ چی بگید؟ اینجوری که میشه جمهوری اسلامی خانواده شهید پرور تو آمریکا کشف میکنه. آقای حداد عادل که یکی از دختراش زن آقا مجتبی خامنه‌ایه، یکی دیگرشون هم زن آمریکاییه، یعنی طرف سیتیزن آمریکاست، شهروند آمریکاست، پیش از هر چیز به این دلیل که در آمریکا به دنیا اومده. ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمده، خانواده شهید پرور در آمریکا. واقعا هیچی من نمیگم. چرا شهید پرور در آمریکا؟ چون دایی داماد ایشون
ایشون که متولد شده تو آمریکا، داییشون تو جنگ ایران و عراق کشته شده. حالا مهم نیست، اگه خانواده ایشون 30 ساله که آمریکان و خود این آدم هم تو آمریکا متولد شده و اینجا بزرگ شده، بازم باید بگیم خانواده شهید پرور، همه عمرشون اینا که داییشون تو جنگ کشته شدن تو آمریکا بودن، اصلا گفتم اونجا به دنیا اومدن، باز باید بگیم خانواده شهید پرور آمریکایی. این ژن حالا هر جا پرورش پیدا کنه، تو دامن آمریکای جهانخوار یا زیر عبای جمهوری اسلامی مقدس. آقای عداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب هم هستن البته. این گلپسرشون فریدالدین حداد عادل رئیس شورای سیاستگذاری نشریه همشهری جوانن و ذوب در محافل امنیتی. خب ارتباطم با مشتبه خامنه‌ای زیاد دارم. بعد ایشونی که شوهر خواهرشون زاده آمریکا هستن، آمریکایی هستن، به شدت ضد پیروان آیین بهایی‌اند، در این حد هم آزادی عقیده رو بر نمیتابند. پسر حداد عادل رئیس مجلس فرهنگ، مجلس فرهنگ مال باباش همش، رئیس مجلس فرهنگ آمد از کاربران توییتر خواست که اگر دانش آموز نخبه علوم انسانی که شرایط مناسب تحصیلی ندارند رو میشناسن معرفی کنن تا ایشون در مدرسه فرهنگ ثبت نامشون بکنن. یک کاربر نوشت، ازشون پرسید که این موضوع آیا شامل مناطق محروم و بهائیان هم می شود؟ فریدالدین حداد عادل نوشت، من عینشو براتون میخونم، اینقدر هنوز حقیر نشدیم که به خدام ملکه سرویس بدیم، چطور به خودتون جرأت پرسیدن چون این سوالی دادی؟ بهایی هرگز. ببینین اینها نسل‌های بعدی هن، یعنی فکر آینده رو بکن اینها، یعنی اینها که هستن رو باید سجده کنین جلوش. بعد ببینین اینها چه بلایی سر مملکت میارن. یکی از دوستان عکس طه هاشمی فرزند معصومه ابتکار رو که از گروگانگیرهای سفارت آمریکا در سال 58 بود، معصومه ابتکار سخنگوشون بود دیگه، این عکس رو فرستاده و نوشته کسی که مثلا ژن خوب داشته باشه میره تو دانشگاه همون کشوری درس میخونه که مامانش از دیوار سفارتش رفته بالا و یک عمر مرگ بر اون کشور گفته و در نتیجه کار مامانش و همقطارای مامان جونش یک ملت سالها اسیر جنگ و فقر شدن. بر اساس آمارها از میان 3300 دانشجوی بازگشته به کشور در 3 سال اخیر هیچ کدام از فرزندان مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورند و آنهایی که بازگشتند در حقیقت دانشجویان ایرانی عادی هستند که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز ناچار به برگشتن به کشور شدند. برآورد می‌شود که دست کم 5000 تن از فرزندان وابستگان به مقام‌ها و مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. بحث سهمیه‌های یادتونه دیگه، اواخر دولت احمدی نژاد داغ شد، روحانی آقا احمدی نژاد گرفته بود ول نمی‌کرد، رهبر معظم فرمودن کشش ندین این موضوع رو، این کش ندین معروف شد، سر ماجرای بورسیه‌ها بود دیگه، اوضاع داره خراب میشه. مسئولان کشور بچه‌هاشون به جای این همه تحصیل کرده شایسته بورسیه‌های دولتی می‌کنن، با ارز دولتی می‌فرستن درس بخونن، اونا هیچ کدومشون بر نمی‌گردن. این آمار خودشونه که خوندم. چرا؟ چون ژنشون به قول اون گلپسر ژن خوبی نیست. این تحصیل کرده هایی که اینا جاشونو میگیرن، تو فقط ژنت خوب باشه تحصیلات اصلا میخوای چی کار؟ به اسم بورسیه برو خارج. ببینین وقتی میبینیم که همه فرزندان اصلا گیریم که ببینین یه گلپسری، یه آقازاده ای خیلی هم قابله، خب میشه آره، ولی شما وقتی میبینید فرزندان یک خانواده همشون پستای بالای مدیریتی دارن تو این مملکت، خب معنیش اینه که راست میگه دیگه، ژنشون خوبه،
ژن مثلا خانواده رفسنجانی رو بگیر، از فاطمه که بزرگتره بگیرین که رئیس امور بیماری های خاصن ایشون، تا محسن که رئیس شورای شهر تهرانه، تا فائزه که رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنانه، تا مهدی و یاسر که هر کدوم قیامتیه. من یه اشاره باید به این دوتا بکنم. اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته مهدی به صنعت علاقه داشت و فهمید که وضع ما در دریا ضعیف است. بعد میگم چند سالش بوده ایشون. صنایع دریایی ما خیلی ضعیف بود. مهدی به دنبال سکوسازی و لوله های کف آب و حفاری در دریا رفت که وابسته بودیم. آخرش به پارس جنوبی و اصلویه رسید و الان به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفته که برای صرفه‌جویی و محیط زیست خوب است. مهدی هاشمی وقتی باباش میگه فهمید که وضع ما در دریا ضعیف است، او دنبال سکوسازی و لوله های کف آب و حفاری در دریا رفت که وابسته بودیم، چند سالش بود که شد مدیر عامل سازمان تأسیسات دریایی؟ 23 سالش بود. تحصیلات و تخصصش چی بود این گل پسر؟ صنایع دریایی میفهمید یعنی چی؟ متخصص نفت و گاز بود؟ صلاحیتی داشت آخه غیر از اینکه آقازاده رفسنجانی بود؟ هاشمی رفسنجانی درباره پسر دیگرش یاسر. یاسر هم با آقای فروزش وزیر سابق جهاد سازندگی درباره خودکفایی پنیر کار میکرد. آن موقع مشکل ما در کشور این بود که کسی دنبال صنایع تبدیلی نمیرفت. دامداران مشکل داشتند و پنیر هم وارداتی بود. یاسر مشاور وزیر بود ولی این سمت برای راه اندازی کارش بود. غلامرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی دولت هاشمی رفسنجانی، یکی از سهامداران شرکت ایرانسل. فروزش سال 68 تا 76 وزیر بود. سال 88 یاسر 18 سالش بود. میشه مشاور وزیر دولت باباش. چقدر شایسته سالاری از زمان مخصوصا ریاست جمهوری امیر کبیر نظام مقدس رایج بوده. برای همین این خانواده ژن خوب هر جا دست گذاشته مال خودش شده. همین یاسر خان میشه صاحب تولید و پرورش اسب سراسر کشور پهناور ایران. یاسر هاشمی رفسنجانی عزیز، قهرمانی با بله آقای دکتر خلی، آقای رادان، آقای خراسانی، پنجین از کاخ رهبر، فرزند برومند امیر کبیر انقلاب حاج آقا یاسر هاشمی عزیز دلمان، حامی بزرگ اسب این مملکت یاسر جان هاشمی. این فیلمی که دیدین مال یه سال و نیم پیش بود. مجله فوربس نوشته یاسر هاشمی یک مزرعه پرورش اسب 30 هکتاری در لواسان در شمال تهران دارد، جایی که هر جریب زمین در آن حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد و همچنین یک شرکت بزرگ واردات و صادرات را اداره می‌کند که در زمینه خرید و فروش غذای نوزاد، آب معدنی و ماشین‌آلات صنعتی فعالیت دارد. بعد میره تو ورزش باشگاه. ورزش باشگاهی یکی از نون دنیای این جماعت بی سواد نالایقی که جنشون خوبه. یاسر هاشمی 31 سالش بود که شد مشاور اقتصادی فدراسیون فوتبال. هیچ کی لایق‌تر از اون، هیچ اقتصاددانی، هیچ جامعه شناسی، هیچ ورزشی که در اقتصاد مسلط بود وجود نداشت. اون همه تحصیل کرده بیکار. این که میگم عرصه ورزش یکی از نون دنیای این جماعت، یه نمونه دیگر رو بگیم و بگذاریم. نمونه تابلوش علی آبادیه و سه تا گل پسرش. محمد علی آبادی، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی، رئیس سابق کمیته ملی المپیک، سرپرست وزارت نفت در دولت احمدی نژاد. اصلا من نمیدونم وزارت نفت چه ربطی به تربیت بدنی و کمیته المپیک و اینا داره. من خیلی خودم رو کنترل میکنم هیچی نگم واقعا. پسر بزرگ آقای علی آبادی اسمش محسن است. وقتی پدر ایشون یعنی آقای محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی بودن، گل پسر بزرگشونو کردن عضو هیئت رئیسه فدراسیون شنا. چی کاره بود که شد عضو هیئت رئیسه فدراسیون شنا؟ برق خونده بود.
لیسانس برق بود، یه شرکت دوربینای مدار بسته داشت، شاید هم داره هنوز، شد عضو رئیس فدراسیون شنا. پسر دیگه علی آبادی، مرتضی علی آبادی، میشه مدیر مجموعه تنیس باشگاه استقلال. این یکی انصافا نمیدونم در حد همون کارشناسی هم درس خونده بود یا نه، اصلا سنش نمیرسید. پسر کوچیکش اسمش احسان علی آبادیه که میگه من کیان علی آبادی هم، توییت هم میکنه این برون برون اینا. این ظاهرا هنوز وقت مدیر شدنش نرسیده، برای خودش اشغال میکنه دیگه، پرشه سوار میشه. و ژن خوب خانوادگی، بزن یه نمونه دیگه بگم بعد بریم تونتر سراغ چند نمونه دیگه که حیف اسمشون رو نیارم. خانواده لاهوتی، نماینده مجلس کمیل لاهوتی، خانواده لاهوتی، ببینین کمیل لاهوتی شهردار چمخاله، فریبرز لاهوتی شهردار کمله، حسین لاهوتی شهردار کلاچای، پسر و برادرشان جمشید لاهوتی رئیس آموزش پرورش لنگرود، فرهاد لاهوتی مشاور فرماندار لنگرود. سردسته اینا کیه؟ نماینده سه دوره مجلس، هشتم، نهم، دهم. خیلی هم اصولگرا تشریف دارن و جانماز آب میکشن ایشون. کلی از آقازاده های این جماعت شدن شهردار ایشون. کلا آدم سوت میکشه از این همه سوء استفاده و این همه مردم تماشاگر. یکی دو تا شهردار دیگه بگم. فرشاد عباسی 28 ساله شهردار گیوی، من امیدوارم اسم این شهرها رو درست بگم. فرشاد عباسی چی کار است که شده شهردار؟ گلپسر اقبال عباسی، معاون استاندار اردبیل و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان اردبیل. قبلش چی کاره بوده این آقا که معاون استاندار و پسرش شده شهردار؟ قبلش پیمانکار شهرداری بود. ایشون، امیر بهمنی شهردار شدن، شهردار هشتگرد بدون هیچ تجربه و سابقه مدیریتی. بابا جونش کیه؟ محمود بهمنی، نماینده سابق مجلس، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد. یکی دیگه، ظهیر مطهری، نوه آیت الله مطهری و فرزند مجتبی مطهری، یعنی برادرزاده علی آقا مطهری، نیز در روزهای گذشته تا یه حکمی از سوی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به سمت سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی منصوب شد. چند سالشه؟ 35 سالشه. سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی. چقدر مهمه که ایشون کار مطبوعاتی و خبرگزاری کرده باشن یا تجربه داشته باشن، یا اصلا برای دولت و حکومت چقدر مهمه. این مهمترین ارتباط جهان خبر و جهان آگاهی دهنده با مردم چقدر مهمه. تجربه کار این گلپسر چیه که مسئول این شده در این کار شده در هیچی؟ هیچ ربطی به خبرگزاری روزنامه‌نگاری جدی نداره. سال 92، 4 سال پیش، به همین دلیل گلپسری شده بود مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی. ببینین این طنز تلخ وحشتناک. ببینین این آقا شده بود مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی. بابا بزرگ ایشون آیت الله مطهری فوش میداد و بد و بیراه میگفت به میراث فرهنگی، به مردمی که نوروز رو برگزار میکنن، 13 به در میرن، نمیدونم چهارشنبه سوری میگیرن. 40 سال بعد نوشو میکنن مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور. واقعا عجب ریشخندی است این نظام مقدس به همه ارزشهای بشری. اینجا اول فروردین ما هم نهداد بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم میشید. ما از این نهج بخوایم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ برید نون سبزار برید گره بزنیم از نهج خارج بشیم؟
با سمن پختن از نفسی خارج میشیم، با سبزه ها را در روز سیزده از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم، بیچاره چرا خونه تو ویل میکنه این روز میره به الزنگی توی بازار، از خودت بیرون بیا. روز ولادت خاتم الانبیا که باید روز تأثیر باشد و مردم بیان از تعلیمات اون بزرگوار استفاده بکنن، ما روز تأثیری نداریم. روز ولادت شاه مردان علی ابن ابی طالب برای ما تأثیر رسمی نیست. روز ولادت حسین ابن علی برای ما روز تأثیر نیست، ولی روزی که سمبل خرافه و حماقت ما روز تأثیری است. اینا از اسلام نیست، اینا ضد اسلام است. این صحبت مال چه سال پیشه؟ جناب ظهیر مطهری نوه همین هسته آیت الله مطهری هستند و برادرزاده آقای علی مطهری نماینده مجلس که یکی از مدیرای ارشد سازمان میراث فرهنگی در سال 92 منصوب شدند. خاک بر سر ما واقعا. از این آیت الله زاده ها بزنین یه نمونه توپ دیگه هم هست. حامد مجتهدی تهرانی، نوه آیت الله مجتهدی تهرانی، ایشون زمان شهرداری قالیباف 25 سالش بود که شد شهردار منطقه 6 تهران. چی کاره بود؟ تحصیلات و تجربه مدیریتی، خواننده رپ. بعد خود آیت الله مجتهدی رو که بارها تو پرده آخر زیارتشون کردیم، ایشون از دوستان خانوادگی رهبر معظم بودند که البته به رحمت خدا رفتن. یکی دیگه از این دهه شصتی ها، اینایی که زیر 30 سالن، فاطمه صالحی. اینا عمدن میگم برای اینکه بدونین که این ژن لامصب تو عمرای ارتش مکتبی هم حلول کرده. فاطمه خانم صالحی و عنوان نماینده ICC در اتاق بازرگانی از سوی بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش، معاون توسعه و مدیریت بیمه حکمت سبا و مشاور عالی مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان مشغول به کار است. این دیگه باید جنش خیلی خوب باشه که این همه پست مهم نون آبدار داره. جنش مال سرلشکر صالحی، فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی است. دختر ایشون که یکی از پستاش معاونت توسعه و مدیریت بیمه حکمت سبا است، 28 سالشه. تحصیلات نمیدونم، یعنی تو رزومش ننوشته. منتها خب حتما بهتر از ایشون تو هیچ جا نمیشده که پیدا کرد که ایشون همه این مسئولیت‌های مهم رو یه جا گرفته. ولی بیش از همه این ژن‌های تابلو واقعا مال نماینده های مجلس شاید که چند سباهی میرن در خانه ملت تا بارشونو ببندن. و بچه هاشون واقعا عذر میخوام میگم بچه پر رو. آخه یه نمونه رو ببینین، گل پسر حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، خودش میگه معلم بوده، دیپلم میگیره میره معلم میشه، 19 سالشه. 3 سال بعدش، یعنی 22 سالشه که باباش که نماینده مجلسه میبردشون تو و از همونجا میشه این چیزا که الان میگه. سبحانی نیا هستم، متولد 1360، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، کارشناس ارشد وزارت کشور، مشاور وزیر کشور و رئیس گروه مشاورین وزیر، مشاور معاون سیاسی و مشاور حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال 79 وارد عرصه معلمی شدم. سال 82 حدود حضور در قسمت‌هایی از مجلس شورای اسلامی پیدا کردم و نهایتاً سال 84 وارد حوزه وزارت کشور شد. باباش کیه این گل پسر؟ حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، از میوه‌چینای اول انقلاب تا حالا، عضو حزب جمهوری اسلامی بود اول انقلاب، رئیس اداره گزینش وزارت خارجه بود. همین آدم کلی از کارشناسای وزارت خارجه رو بیکار کرد و به جاش آدمایی مثل خودش آورد تو. بعدم نماینده 6 دوره مجلس به نمایندگی از اصولگرایان نظام مقدس. یعنی 34 سال این آدم نماینده بوده تو مجلس.
اونم آقازادش. یه آقازاده دیگر نماینده مجلس اردیبهشت 96 مشتبه کاتب از اردیبهشت 96 به عضویت در هیئت مدیره بیمه سرمد درآمد. بیمه سرمد زیر مجموعه بانک صادرات است. ایشون از کجا اومدن؟ از جن باباش حاج غلام رضا کاتب نماینده اصولگرای دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، دبیر هیئت رئیسه همین مجلس دهم. بذارین از جن اصلاح طلبم بگم یه گل پسر دیگه، مهدی وکیلی فرزند ممدلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس و از مطرحان لیست امید. ببخشید، ایشون به عنوان مدیر عامل شرکت صنعتی کاوشگران آتی سبا وابسته به سازمان بازنشستگی کشوری و وزارت کار. آقازاده وکیلی، آقازاده محمد علی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس، متولد 1370 و چنده، نمیدونم 72 چنده، به هر حال 25-6 سال بیشتر نداره. دو سال پیش شد مدیر عامل کاوشگران آتی سبا. پروژه احداث کارخانه سیمان پاکت‌سازی در کشور قزاقستان از جمله پروژه‌های در دست اقدام این شرکت است که سرمایه بالغ بر 50 میلیارد تومان برای این پروژه برآورد شده. در پروژه‌های مثل درالو اگه درست بخونم حدود 500 میلیارد تومان قدر و سهم شرکت سرمایه‌گذاری آتی سبا و در پروژه معدن شماره 5 گلگهر حدود 34 میلیارد تومان قدر و سهم این شرکت خواهد بود. بعد خب این قضایا لو میره دیگه آخه، یه الف بچه چه خبره، همه چی که لو، بعد دعوای قدرت و اینا، وقتی که لو میره همه چیز. آقای آذروش مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی سبا در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر مدیر عاملی فرزند دهه 70 محمد علی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار داشت مسئله خاصی نبوده، بیشتر جفسازی کردن، بنده خدا اصلا نه مسئولیتی داشته نه سرپرست و مسئول بوده، فقط این شخص سالیان سال معاون و عضو هیئت مدیره بوده که شب گذشته از سمت خود استعفا کرده و مسئله خاصی نیست، فقط همین استعفا کرد تموش. نه قانونی هست، نه وجدانی هست، نه حساب کتابی، نه حق الناس، هیچ. تو این نماینده های مجلس آقازاده هایی هستن که هر کدومشون قاعدتا راه پدر و مادر بزرگوار رو میرن و ژن هاشون رو منتقل میکنن به بچه های خودشون. گفتم فکر آینده تون باشین. بذارین یکی دو تا از نمایندگان مجلس رو بگم تو این چند دقیقه. فاطمه جوادی برادرزاده آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید و مدرس حوزه علمیه قم با سابقه عضویت در مجلس خبرگان و شورای عالی قضایی، همون آدمی که احمدی نژاد از نیویورک برگشت گفت حاله نور دور سرم بود وقتی تو سازمان ملل سخنرانی میکردم و من چشا بلقی زده بود بیرون، من که حرف میزدم تکون پلک میزدن و ایشون هم این میفرمودن الحمدلله الحمدلله. فاطمه خانم برادرزاده این آیت الله میشود رئیس محیط زیست دولت احمدی نژاد، هیچ تخصصی هم تو این کار نداره مثل بقیهشون. خب چیکار میکنه با اونان رئیس محیط زیست؟ فاطمه واعظ جوادی همزمان با آغاز فعالیت خود همسرش مجید یزدانی را به عنوان مشاور بازرس ویژه رئیس سازمان منصوب کرده بود، اما یزدانی در مرداد 86 به علت فساد مالی بازداشت شد و بعدم از سمت بازرس ویژه سازمان محیط زیست برکنار شد. بعد نمیشد که بیکار بمونه که، چی شد؟ شد نماینده سازمان محیط زیست در کمیته ملی طبیعت‌گردی. فاطمه خانم جوادی آملی خیالش از شوهرش که راحت میشه، پسرمشم میاره تو کار به معاونت پارلمانی خودش یعنی سازمان محیط زیست منصوبش میکنه. بعد نتیجه این همه فعالیت فاطمه خانم جوادی آملی چی میشه؟ بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ایران در جمع 149 کشور در رتبه 67 قرار گرفت که در مقایسه با سال 2006 میلادی با 14 پله نزول به رتبه 76 رسیده است. چی؟ به هر حال 14 پله سقوط. این گزارش آمار مجمع جهانی اقتصاد در سال 92 1392. بعد از همه اینا فاطمه خانم جوادی برادرزاده آیت الله جوادی آملی تایید صلاحیت می شود برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، همین مجلس دهم. ببینین این سیاهه همچنان
اندکی ادامه دارد. من اسم نمیخوام بزنید، چند تا اسم فقط بگم از اینا. یکی دیگه شون سید حسن، پسر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتیه که ایشون 8 ماه پیش شدن سرپرست دانشگاه شهید بهشتی. یه چند ماهی که گذشت و جا افتادن، پسر برومندشونو کردن مشاور رسمی خودشون و مدیر حوزه ریاست دانشگاه شهید بهشتی. یعنی همه کاره، هیچ که شایسته تر از این آقازاده پیدا نکردن تو کل دانشگاه شهید بهشتی و تو ایشون گل پسرشون آوردن همه کاره کردن. اصلا متخصص وجود نداره، میلیون ها تحصیل کرده متخصصی که هستند و با اهمیت که دانشگاه شهید بهشتی داره. ببینین، از 7 میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی 2.5 میلیون نفر طبق آمار خودشون بیکار مطلقن، 4.5 میلیون نفر دیگه فقط 10% تو رشتهشون کار میکنن، بقیه یا راننده ی آژانسن یا به هر حال کارهایی که هیچ ربطی به مدرک و موقعیت تحصیلی و شأن اجتماعی و شخصشون نداره. بریم پرده آخر. خارج و غرب لخ بودن و حروم نمیدونه، شراب خوردن و حروم نمیدونه، 3 چیزو حروم میدونه: دروغ گفتن و بذار بکشیشون. مردم دروغ نمیگن به هم دیگه، خلاف قانون رو، خلاف اخلاق رو. به اون چی که قبول کردن عمل میکنن، به اون چی که باور دارن عمل میکنن. ما به اون چی که باور داریم عمل میکنیم؟ ادعامونم لایه اوزون رو جر دادیم. ما چنینیم، ما چنانیم، ما چنینیم. ما چیم؟ ما چیم؟ شب و روزگار خوش.